نوید جان بفهم سلام خوبی این صدای من هست بله صدات هست قاسم جان سلام آقا مجید آقا باکم تولدشون رو تبریک میگم مخلص هم میگم که تا جایی که جادره زنده بامه شما خیلی جالب بود قندم گرفت ما داریم اینجا قواهد توهین رو بررسی میکنیم چه قوایی و قانونی داره خیلی جالب بود تو هم برایش میذاریم خیلی جالب یه دو تا، یعنی یکی دو تا نکته بود میخواستم بهت بگم یکی این که ما این یه سوال ازت داشت در حد سواله این فایده گرایی که توی اخلاق مدنظره نظره حالا یه بخشی از ذات ایستا است که تو هم بهش اعتقاد داری یه باگایی داره یه جایی مثلا اه، یه اه، سیستم اخلاقی دیگه هم هست که به بهزیستی اشاره میکنه به ولبینگ well میگه سرفن فایده گرایی رو در نظر خیلی شبیه همن با یوتلیترین. که میگه گرایی رو در نظر نمیگیره بهزیستی هر موجودی که اه, سیستم عصبی پیچیده داره حالا ایواناتی که سیستم عصبی پیچیده دارن انسان که به عنوان یکی از این ایوانات اینا اینو در نظر میگیره و توی اون میشه تقریبا نتیجه گرفت که چیزی به اسم فضیلت به وجود میاد ولی تو فایده گرایی حالا مثالش هم وسط میذارم الان میگم فضیلت چی ف... تو فضیلت فضی... آه بگو میگم بهتره فضیلت چی حالا فضیلت میدونم برای تو یه ذره ولی تو فایده گرایی شاید به وجود نیاد مثلا فرض کنید که یه ساختمون یه, یه بچه‌ای داره یا یه انسانی داره غرق میشه ما هم شنا بلد کنار آبم هستیم فایده گرایی به ما میگه برو توی آب جون یه انسان رو نجات بده و اینجوری جون یه ای انسان رو نجات دادید و نهایتا هزینه ای هم که تو داشتی مسئله هزینه و فایده است که لواست خیس شده مثلا کفشت خیس شده نهایتا اینه ولی در عوض جون یه انسان نجات دادی و این خیلی خوبه ولی مثلا فرض کنیم که حالا یه خونه آتیش گرفته و یه انسانی توشه که نمیتونه خودش بیاد بیرون حالا مثلا یه معلولیتی داره و نمیتونه از اون خونه بیاد بیرون ولی تو میتوانی بری داخل خونه اونو نجات بدی ولی احتمال مرگ تو هم هست چون خونه آتیش گرفته اینجا دیگه فرار از آب نیستش داستان ولی انسانی که به فضیلت رسیده این کار رو میکنه یعنی مثلا شجاعتش رو داره یعنی مثلا ولی تو فایده گرایی تو میگی الان یک انسان داره کشته میشه من اگه برم نجاتش بدم ممکنه دو انسان کشته بشه ممکنه هم از یه انسان کشته بشه می ولی میگی خب اینجوری ریسک کشته شدن یک انسانه ولی اونجوری ریسک کشته شدن دو انسان رو میپذیری و فایده گرایی به تو میگه نرو ولی توی اون ولبینگ تو اون سیستمی که به ولبینگ ولبینگ هدف توش یعنی بهزیستی توش هدفه چون موضوع فضیلتم هست موضوع شجاعتم هست و حس خوبم هست و اینا هم هست و فقط نتیجه مهم نیست ممکنه انسان به یه مرحله ای رسیده باشه تو اون سیستم که بره و اون شخص حالا یا نجات بده یا کشته بشه ولی بره این باگ رو به نظر البته این دو تا سیستم میدونم خیلی به هم شبیه و نزدیکن ولی این باگ رو مثلا چجوری میشه تو فایده گرایی برطرف کرد این چیزی, ای این چیزی که شما گفتین فایده گرایی این چیزی که شما گفتین فایده گرایی بود من فضیلت الان نگاه کردم شما به ویرچو اتیکس رو دارین بهش اشاره میکنین به عبارت دیگه یعنی این جنگ بین همون استوئیکا و اپیکوریان ها بود از هم اول فلسفه یعنی این حرفی که دارین شما میذارین استوئیکا آره استوئیکا آره. به ویرچو اتیکس اعتقاد داشتن اپیکوریس به یه چیزی که شبیه به یوتلتر... بعدن شد یوتیلیتریانیسم اعتقاد داشت خب ولی ورچو شما یا همین چیزی که شما بهش گفتین چی گفتین گفتین فضلیت همون فایده گرایی ف... ماست شما مثلا فرض کنین که این ش... یه شخصی گفتیم به فضیلت رسید درست. این گفتیم به فضیلت رسید به فضیلت نه فضیلت رو مثلا شجاعت ویرچو من فارسیش نمیدونم به ویرچو بذارم ویرشوه... من فارسیش همین امروز یاد بگیرم چیه دوباره بگو فضی فضیلت فضیلت, فضیلت شجاعی یا فضیلت مثلا خردگرایی یا فضیلت ام... Okay, راستگویی okay. درسته اینا آره، آره، میشه درست. هر کار میشه. هر کاری میشه ویرچو خاصه ش... یعنی به عبارت دیگه ویرچو یا فضیلتگرایی میتونیم بگیم اسمش رو بذاریم فضیلتگرایی یک سری یک, یک اعتقاد یک فلسفه اخلاقی هست که میگه ما این فضیلت ها رو باید رایت بکنیم به خاطر ارزش داشتن خود فضیلت ها نه به خاطر نتیجهش خب یعنی مثلا من اگه شجاع هستم یعنی دارم سعی میکنم شجاع باشم یا اگه دارم سعی میکنم راستگو باشم یا یعنی اینکه اگه سعی میکنم مثلا چه من فضیلت های مختلف خب به خاطر این نیست که نتیجه خوبی میده به خاطر اینکه شجاعی به خودی خودش خوبه به خاطر اینکه راستگویی به خودی خودش خوبه مستقل از نتیجهش خب شما هم مثالی که زدیم مثلا فرض یه خونه آتیش گرفته میگی نم... نمیخوام مثلا ما به عنوان یه فایده میایم محاسبه میکنیم که سود و ضرر این چیه شما برین زندگیتون رو ریسک بکنید که مثلا یه نفر رو توی خونه نجات بدین آیا این سودش بیشتره یا هزینهش بیشتره خب ما به منوی فایده همچین استدلالی میکنیم کسی که فضیلت گرا هست میگه من من محاسبه نمی کنم شجاعت ارزش قائل شدن برای جون انسان اینها به خودی خود خوبه و برای همین چون این فضیلت ها ارزش داره من این کارا میکنم من مثلا فرض کنید من ولی خب این خیلی غیر منطقیه خب من به عنوان یک فایده فایدگر یا سود، سودمنگرا اگه بخوام بیام بگم من دروغ بگم یا راست بگم من میام میگم خب اگه راست بگم چی میشه اگه دروغ بگم چی میشه یه فضیلت گرا میگه نه راستگویی خوبه پس من باید راست بگم خب آقا اگه راست بگی باعث بشه که مثلا پنج نفر بمیرن به خاطر راستگویی نمیخوای الان دروغ بگی یعنی نمیتونی بگی من میگه خب نه حالا این استثناست اگه استثناست از کجا میفهمی استثناست این نظرم شما اگه یک فضیلتگرا مثلا اگه به راستگویی همیشه حقه چون راستگویی خوبه من اگه بیام آقا دارن از شما میپرسن این آدمایی که مثلا به جمهوری اسلامی به خامنه ای کردن بیا اسمش به من بده تو میدونی اینا کجان بیا بگو کجان راست به ما بگو که ما بریم اینا رو دستگیر کنیم الان راستگویی ویرچو حساب میشه آیا راستگویی الان اینجا فضیلته خب نه نیست دیگه نه اینجا برای دیگه, دیگه پیش میاد جون انسان ها فضیلت. نجات و جان انسان خب. ها فضیلته. خب پس وارد یک محاسبه گر... خب اینا رو چجوری میان اندازگی وقتی که تا با هم ت... تا اینا با هم تناقض پیدا میکنن شما وارد یک محاسبه یک وارد یک ای میشین که وارد دنیای ما میشید یعنی درسته. ها... درسته نه درسته من وارد... وارد دنیا دنیای... وارد دنیای فایده ها میشن تا 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 فضیلتشون با هم تناقض پیدا کردن یعنی... میگن بفرمایید تو خونه ما خونه ما سود منگره ها نه نه من که اصلا من که اصلا به یوتیلیتریان اعتقاد دارم اون که مسئله نیست ولی حالا من نه به صرف یوتیلیتریان ولی خب ترکیب این دوتا رو ترجیح میدم که بیشتر باز میشه یوتیلیتریان هر تا ترکیبشون هم باز میشه یوتیلیتریان ولی الان تو میخوام اینو میخوام اینو بگم که تو الان یه یوتیلیتریان توی این آتیش سوزی جون آدم و نجات نخواهد داد درسته؟ نه ببین شما فکر میکنین ما وقتی فاید گرایی رو داریم ببین اول ما دو تا مختلف داریم اکت یوتلیتریانیزم و Rule با رول با. با. ولی ما حالا بر اساس همین اکت یوتلیتریانیزم که ما فایده گرایی اولیه بودم هم همین هم نگاه بکنیم شما فرض کنین که بر اساس اون اخلاقی که شما به اعتقاد دارین ا... چرا باید وارد این ساختمون بشیم مثلا شما شما فرض کنین که میخوایم مثلا این دختر رو نجات بدین که مثلا ممکنه بمیره ولی زندگی خودتون رو ریسک میکنین چرا دلیلش چیه برای اینکه نجات برای اینکه شجاعت یه فضیلت چرا شجاعت فضیلت برای اینکه شجاعت خوبه دیگه برای اینکه خوب خوب چرا کیه... خوبه توی... الان چه میگم برای اینکه توی جامعه شجاعت تحسین شده و به خاطر همین شما متوجه شدید یعنی اخلاق فر... سیستم فرگشتی یعنی دگرگشتی داره حالا فرگشتی هم نه دگرگشتی داره دی. یعنی اخلاق اینجوری تعریف شده که حالا تو جامعه چون شجاعت تحسین میشه شجاعت میشه فضیلت یعنی اتوماتیک خب خب شده پس اگه... پس اگه،, تو جامعه اگه تو جامعه یه چیز مثلا مثل, مثل بردهداری تحسین بشه اون وقت میشه فضیلت خب بوده دیگه اون موقع بله من نمیگم خوبه ها من میگم در جامعه ای که داری خب. تحسین نشده بر... خب. خب خب پس این برتری سیستم ما رو در به شما داره نشون میده شما هر چیزی که جامعه تو من از فضیلت گراهی... من از فضیلت گرایی دفاع نمی کنم آم. من من اتفاقا ببنی... من, من میگم شما میدونم خب من میدونم که شما نمیگی من دارم اشکال فضیلت گرایی رو میگم خب من دارم میگم اگه یه فضیلت رو میخوایم تعیین ت... در نظر بگیریم که خوبه باید بیام بگیم که چرا خوبه اگه بخوایم بیام بگیم خوبه به خاطر اینکه جامعه میگه خب این فضیلتگرایی گرایی خطرناکه خیلی چیز دیگه میتونه خوب باشه که خطرناکه اگه بگیم خوبه برای اینکه سود داره خب خسته نباشی فضیلتی رو که شما دارین تعیین میکنین که خوبه دارین میگین فایده داره خب پس فایده گرا شدین میدونین از چیه آره خیلی با هم نزدیک آره یعنی شما به این ش... این شبیه رول این شما دارین میگین که تو جامعه ای که شجاعت تحصیل میشه یه, فضیلت حساب میشه این جامعه بهتریه خب اگه این اگه, اگه به این دلیل ما باید شجاع باشیم خب پس این میشه رول یوتلوتریانیسم یعنی شما دارین میگین که این فایده داره که ما اینا رو فضیلت بکنیم و یک سری یک سری قوانینی رو شما دارین رواج میدین تبلیغش میکنین تحسینش میکنین فضیلت میشمارینش برای خاطر اینکه جامعه ای که اینا رو قبول داره جامعه ای که رشد بهتری میکنه و سلامت بیشتری داره و مردم توش بهتر زندگی میکنن خب این شد سودمنگرایی آره درسته تقریبا من... گفتم خیلی شبیه همین دوتاشون به هم نزدیکن ولی نه، خب شب... آره دیگه... نه, شباهتش بر اساس اینه که آیا فضیلت ما برای این اساس فضیلت میدونیم که کاربرد داره اگه برای این اساس میدونیم که برای این اساس داریم میکنیمش فضیلت که کاربرد داره که میشه میشه فایده گرایی اگه بر اساس این داریم میکنیمش فضیلت که جامعه داره تاثیرش میکنه این نمیشه اون خطر ولی خطرناکه پس نوعی از فضیلت گرایی خوبه که همون فایده گرایی ماست از درست درست شدم <تص> <تص> پس یه هم اونجا میره اون دختر رو نجات میده به نظر بله بر خاطر اینکه اولا ببینین هم اکت یوتیلیتریان میره نجاتش میده میتونه بر نجاتش بده هم رول یوتیلیتریان به خاطر اینکه توی اکت یوتیلیتریان ما فایده رو فقط با جون انسان که محاسبه نمی کنیم خب شما ممکنه این که مثلا شما ممکنه یک کسی باشین که هویتتون شخصی باشه که تو اون شرایط هیچ کاری نمیکنه از جونتون براتون مهمتر بشه خب یعنی شما فکر کنید مثلا میگی من اگه اینجا بشینم این موضوع رو نگاه بکنم و هیچ کاری نکنم زجر این ناراحتی که از این میکشم از خطری که داره به جون من داده میشه زجرش بیشتره ما نمیتونیم بگیم هر جون رو با جون مقایسه کنیم بگیم ارزششون یکیه نه شما محاسبه میکنید میگی که من این هزینه رو دوست ندارم من هزینه اینجا نشستم و هیچ کاری نکردن و از هزینه جونم بیشتر میدونم و بر اساس اکتیوتلاتریانیزم شما میرین ما این دختر بچه رو ممکن نشان ب... نجات بدین ب... این این بستگی به شخصش داره ولی بر اساس رول یوتلاتریانیزم ممکنه برین این دختر رو نجات بدین نه به خاطر اینکه خودتون به شخصی فکر میکنین که جون این دختر مهمتر از نجات دادن جون خودتونه بخاطر اینکه میخواین اینکه همچی کسی باشین بخاطر اینکه این, اق... این اق... شما قوانین این رو دارین رایت میکنین که اگه اکثر آدم ها اون قوانین رو رایت بکنن به نفع جامعه است حتی اگه خودتون به طور شخصی لذتی که از این میبرین از هزینش بیشتر نباشه استدلالتون بر اساس استدلال رول یوتریانزم تل... 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 قوانین این رو دارین رواج میدین که به طور کل رایت کردنشون به نفع جامعه میشه شبیه فضیلت هم میشه دیگه وقتی به نفع جامعه میشه خودش میشه فضیلت آره ببین فضیلت فضیلت گرایی بر اساس فایده بر اساس فایده فضیلت میشه همون رول یوتلیتریانیسم درست درست یه دیگه, <نوسته> دیگه <applause> که میخواستم بگم به البته من حال میکنم و چهره تو رو با این لباس و این تشکیلات و اینا خیلی کیف میکنم این دوست دارم من این <applause> چیزو این خودمونی بودن تو رو دوست دارم ولی میخواستم بگم که چون داری برنامه میسازی به عنوان یه کسی که تو یوتیوب داری فعالیت میکنی یکم رسمی ترش بکنی احساس میکنی تعداد بیننده بیشتر میشه مثلا مثلا اینکه لباس رو رسمی تر بپوشی یکم از طرفند های رسانه ای استفاده بکنی یکم کم خوشگل ترش بکنی یکم یعنی اینا باعث نمیشه تعداد بینندت بیشتر بشه یه ذره مثلا تو اون جهت هم روش بکنی یا اصلا اون بیننده رو دوست داری نداشته باشی من خودمونی تر باشه فکر کنم نوع بیننده ای که داریم نوعی که ما... محیطی رو که میخوایم درست بکنیم محیطیه که خودمونی تره خب خب فکر نمی نمیخوا... حالا یه چیز دیگه اگر اگر یه ذره تو رسمی تر باشی یکم کم مثلا مم. من من میگم و من خودم شخصی دوست ندارم اصلا رسمی بشی ولی حالا من این تو رو با این شکل و قیافه و با این لباس تو با این حرف زدن تو اینو خیلی دوست دارم با همین ترکیباتت مم. ولی حالا واسه اینکه مثلا فرض کن اگه میخوایی به بوته نقد کشیده بشی مثلا اگه یه نفر مم. که خیلی رسمی و از این جور طرفدارا داره, داره اگه قرار باشه اون بخواد تو رو نقد بکنه ویدیوی تو رو با این شرایط نقد نمیکنه مثلا میگه مثلا یه همچین آدمی رو با یه همچین ترکیباتی نشون نمیده که بخواد نقد بشه <applause> <applause> من من آخ... نه مهم نه مهم نیست چیکارش کنم بالاخره ما دوست داریم کاری که داریم میکنیم ازش لذت ببریم من اگه بیام نحوه رفتارم جوری باشه که به شخصیت من نمیخوره من این همش باید بیام اینجا کاری رو بکنم که ازش لذت من زندگی خیلی کوتاهه یعنی من بخوام بیام به خاطر مثلا تبلیغ به یه سری کسایی ها که ما رو جدی نمیگیرن چون من کت و شلوار نمیپوشم بیام یه کاری رو بکنم که دیگه ازش لذت نمی من اصلا شخصیت هم نمیخوره من اصلا نمی... رسمی بودن با من یعنی با هویت من یکی نمیشه میدونی لازم شه یعنی من همش دارم میام برای شما دارم به جای که خودم باشم. دارم میام برای شما نقش بازی میکنم من دوست دارم خود خودم بشه وقتی که میام اینجا حالا مثلا لباس پوشیدن فکر نمی کنم خیلی تاثیر بذاره تو با همین ترکیب صحبت کردن حالا رسمی هم صحبت نکن ولی زواهر آه. مثلا خی... یه ذره اهمیت نداره تو رشد ام... من راحتیمو ترجیح میدم <تصفح> من بالاخره یه چیزی که چیزی که رو... آه چیزی رو که روش تاثیر میذاره اینه که انگیزه ی... من باشه درسته یعنی من هر موقع من وقتی که من وقتی که میام با شما لایو اصلا کلی حال میکنم یعنی مثلا اصلا این وقت اصلا تفریح منه میام با شما حرف میزنم در بر که جالب اصلا منتظرم که برم لایو خب و اگه باهمیدن. من مجبور و با مجبور باشم یه چیزی باشم که دوست ندارم راحت نباشم چیزی بپوشم که اصلا به حوییت هم نمیخوره به شخصیتم نمیخوره چه شبیه آره میشه وز... به جای میشه آره... به جای تفریح میشه یه وظیفه اون وقتی که تو روحی هم شون داده میشه وقتی میداریم... من ممکن است برنامه بیشتر دارم درست میکنم به خاطر انگیزه ای که دارم می‌دونیم از بزر... اینا نمیخوام از خودم بگیرم خب من فکر کنم مثلا ام... وقتی که یک نفر به کارش علاقه داشته باشه این خیلی راحت دیده میشه و چون بقیه میبینن که چقدر من مشتاق هستم با بقیه صحبت بکنم این اتفاقا ممکنه به خیلی انگیزه میده که اونا مشتاق باشن بیان با من صحبت بکنن خب وقتی این انگیزه از من گرفته بشه اصلا اون از بین میره و فکر کنم بقیه هم میبینن توی که رفته برای همین من هرچی بتونم کاری بکنم که لذت ببرم از بودن با شما اینجا و راحت باشم و نقش بازی نکنم و کاری نکنم که دوست ندارم فکر کنم باعث میشه که همه منو خودمونی تر ببین اگه میخوای برنامه بسازی یا کانتنت درست بکنی به نظر من تو همه چی نه فقط هم برنامه میخوای مثلا دوست دختر بگیری دوست پسر بگیری حرفای بزنی که کسایی که جذاب دوست دارن پیدا بکنن بیان دور برت بهتر تر اینه که خود خودت باشی خب برای اینکه اگه بری دنبال کسایی که بیان دنبالت به خاطر اینکه یه چیز دیگه هستی این تا آخر باید هزینه بدی یعنی زندگی میشه نقش بازی کرده خب من ترجیح میدم شده آره اکی اکی. اوکی. متوجه شد بعد یه د... نکته‌ای که راجع به کاوشان گفتن یه دو تا نکته که تو اون مسئله هستش این که اینکه تو علت این که مثلا عصبانی دیده میشی بیشتر به خاطر هیجانته و این اشتباهیه که بقیه میکنه تو انقدر با هیجان جواب میدی و من خیلی میگم دوست دارم این موضوع رو بقیه فکر عصبانی شدی و در حالی که تو داری با تمام توانت میخوای بگی که من میخوام چی بگم یعنی تو همه ی خودت رو میخوای بذاری موقعی که میخوای جواب بدی احساس میکنی که مخصوصا موقعی که یه چیزی رو کشف میکنی مثلا میگه او ای یس این یکی مثلا اون موقعی که دیگه فوق العاده عالیه میشه و خیلی جالبه و برای بعضی ها درسته به نظر میاد یعنی بعضی ها اینجوری فکر میکنن که تو عصبانی و داری بلند صحبت میکنی اینا این این نقد نیستا میخوام بگم به بقیه بگم که اینجوری فکر نکنه آره. این دلیلش اینه که تو میخوای همه خودت رو آره خیلی هم هوشمندانه این تصمیم رو نمیگیرم من وقتی یعنی ه... خ... خوا... کنترل نمیکنم. کنم که چیزی رو صحبت میکنم آره 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 خودش آره. میاد این شخصیتت خودشه آره آره و این یه, یه نکته دیگه, دیگه. آخر. یه نکته دیگه که میخواستم بگم که آره آخریه اینکه بعد با... آدم ها میگن مسلمان واقعی از اون مغلطه اسکاتلندی واقعی استفاده میکنن یه دلیلش همونه که تو گفتی نمیخوان دشمنی بکنن چون میخوان دشمنی بکنن با مسلمان و نمیخوان با اطرافیانشون دشمنی بکنن یه نکته اینه که نمیخوان تعداد اونا رو انقدر زیاد ببینن یعنی ما مم. از این که یه دی مخالف ما انقدر زیادن ناراحت میشیم مثلا یه میلیارد و دیویس میلیون نفر مسلمان ما رو ناراحت میکنن برای همین میخوایم بگیم اینا واقعی نیستن اینا یعنی ما دشمنمون رو میخوایم کوچولو بکنیم برای همین حتی اگه دشمن فرض بکنیم حالا کسایی که نمیخوان مسلمان رو هم رو دشمن فرض بکنن میگن خب بالاخره تعدادشون که انقدر نیست همون داعش و طالبان و اینا واقعا مسلمان ها. اینا خیلی کمن انقدر نیست من میگم من میگم دشمن رو میتونیم کوچولو بکنیم با،, با, این روش کسی که مسلمان هست و دشمن حساب نکنیم <تصفح> خب دقیقا. خب. دقیقا اصل داستان همین مرسی هم آرمین جان خیلی کیف کردم مرسی می‌خواستم اینا بگم, مرسی. 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 بگم که ما در شروع انقلاب بیدینی یعنی به نظر من اون حرفی که تو میزنی که 50 سال دیگه واقعا ما تو شروعشیم یعنی ما الان تازه استارت این موضوع خورده و مطمئن باشید که تا 50 60 سال دیگه من، من... که می من, میکنم من من, فکر می‌کنم من من اینه که نسل ما نه خب ولی نه حتما که نه به احتمال بسیار زیادی تا نسل بعد ما یه گی پراید پرید تو خود دور کعبه خواهیم داشت دور خود کعبه اونو 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 شاید مثلا من من فکر میکنم اون شاید 150 سال دیگه ولی مطمئنم که تو نسل ما یعنی ما میبینیم اینو که بی خدایان در اکثریت حالا بی خدایان نه ولی بی دینان در اکثریت قرار خواه، خواهند <تص <تص